خیلی خب پسر، بیا به این جوجه ها نشون بدیم که بعد توی مدرسه چه جوری رفتار کنن. آره بریم تو کارش. بدش به من پاتریک. بنش دیگه اصلا کار خانه‌دار نیست. پاتریک وایسا ببینم کجا میری. دیدی چقدر وحشیان؟ وحشی کمشونه. وایسا پاتریک. آره. میو. آروم باشین بچه های، کیفه رو بهش بدین. نمیبینی جوجه همین الانش هم استرس داره؟ باشه الان آرتین بندازش. زود باش پاتریک، بدش به من ببینم. هی ساکت شین، اینجا مدرسه از خونه این خاله که نیست. کیفشو بهش پس بدین دیگه. ما امروز تو مدرسه در حال انجام وظیفه ایمون نظم رو برقرار میکنیم. شما مثل قوتو برکه میمونی، میترسین؟ آره من قوام. اردکه رو ببین، مراقب رفتارت باش بچه. بس دیگه، کیفمو پس بدی. مرسی برواستی. خب حالا میگفتی اردکی؟ اردک شما این دیگه. خیلی خب پس خودت خواستی. برواستی برواستی، بزنش، خیلی آدم بیشوریه. تو یکی حرف نزن بابا. تو فقط اگه جرأت داری بیا بیرون تا بهت نشون بدم جوجه. شم بیا بریم بیرون راجع به یانا حرف بزنیم. آرتین پسر آروم باش، واقعا داری بد رفتار میکنی. ببین داداش دخالت نکن، خیلی وقت دنبال همچین فرصتی بودم که همه چیزو روشن کنم. من یکی نمیدونم تو چرا فاز برداشتی. با کی کار داری بچه؟ من؟ ها؟ آره داری با من صحبت میکنی؟ نه من که به این گفتم. آره به این گفتم. بزن به چاک هری. مال درست میفرمایی، رفتم. دختره من واقعا از این معلمه خسته شدم، همه سرم داد میزنه. به نظرتون چیکار کنم؟ زنی که دیوونه است بابا. واقعا نمیفهمم، به من دو داده. من کل شب داشتم درس میخوندم و همه تمریناشم تحویل دادم. همه معلمه همین جوریان، فکر میکنن ما انیشتین. این معلمه جدیده، هنوز منو نمیشناسه، نمیدونه چه شرایی هستیم. ای سلام، میگم این بسکتبالیست رو ندیدین؟ نمیخوای یه راه در روی پیدا کنیم؟ گوش بدین کلاغو، بعدم باهاتون صحبت میکنم. هم با تو گرواستی، حواستون به خودتون باشه. آره خیلی از شما قوی تره، میگیره میکنه. نشنوم صداتون رو، نه تنها دیر کردین بلکه الان هم دارین سر و صدا میکنین. آره خودش چی فکر کرده؟ چی؟ به تو چه رفتی داره؟ مگه تو رئیس اینجایی؟ نکشیمون بابا، دو روز اومده مدرسه واسمون شاخ شده حالا. آره دیما خیالت راحت، سه ماه دیگه که اینا فارغ التحصیل شن ما میشیم رئیس مدرسه. آره ولی از اینا مهمتر اینه که دوباره تو مدرسه نبینیمشون. نشنیدم چی گفتی؟ دهنتو ببند جوجه. خب اگه نبندی میخوای چی کار کنی ها؟ ما هم مثل تو دانش آموزیم، فهمیدی؟ هی بسکتبالیستا شروع کاری نکنی، برید سر تمرینتون. من چیزیو خراب میکنم؟ وظیفه من تو مدرسه اینه که نظمو برقرار کنم و شما هم باید اطاعت کنین، فهمیدین؟ اینجا چه خبره بچه ها؟ حتما یه اتفاقی افتاده که اینجا جمع شدن. نه چیزی نشده که. آره چیزی نشده، فقط این مبصر پاشون از گلیمشون درستر کردن. مبصر؟ ایه بهتون هشدار میدم. حواستون به خودتون باشه. چطوری عزیزم؟ وای اسمایلی، خیلی خوبه که تو امروز مبصری. این یعنی من و یانا امروز هر کاری خواستیم میتونیم بکنیم. یعنی چی همه میتونیم؟ خب بچه ها امروز حق ندارید توالت رو خیس کنید، تو سینک هم نباید توف کنید. اصلا هم خنده نداشت. دخترها شما هم دیگه نباید با رژ لب روی آینه دستشویی قلب بکشید. هیچ کس هم حق نداره آدامسشو بچسبونه زیر میز مدرسه. دخترها این دیگه چه فازیه دیانا برداشته؟ خودش آدامس میچسبونه بعد میگه ما نچسبونیم. چسبیده به این بسکتبالیسته، فکر کرده هر کاری میخواد میتونه بکنه. حالا بعد وایسیم ببینیم این مفسد چیزی بهشون میگه یا نه. میدونی دیانا قبلا خیلی بامزه بودی، اینجوری گستاخ بهت نمیاد. دیانا من کاملا با تو هم، حق نداری تو مدرسه توف کنید، فهمیدین؟ خیلی یانا، چرا رو پامون توف میکنی؟ بیا پاکش کن ببینم. گوش کن آتیم، دهنتو به من وکنم روز به حسابت میرسه ها. نه یانا، من فکر میکنم توف کردن کار زشتیه. برواستی خیلی شوخی. خب اسماعیلی، از اینجایی که تو امروز مبصری منم دستیارت میشم. هی دیانا، من امروز تو مدرسه مبصرم، من باید اینجا نظم رو برقرار کنم. حالا هم بهت میگم باید این آدامس رو پاک کنی. چته اسماعیلی؟ من دیانا. میدونم که تو دیانایی ولی میگم باید پاکش کنی. اسماعیلی شوخی نکن، الان اینا فکر میکنن جدی. واسه مهم نیست چی فکر میکنن، قانونا برای همه یکسانه. آدامس رو پاک کن، زود باش. اسماعیلی واقعا ازت انتظار نداشتم. حالا اگه نکنم ببین چی؟ اگه درش نهره میچسبونمش رو پیشونید. باشه اسمایلی، فهمیدم. حسیه حسیه، اینو دیدی؟
به نظر میرسه آخر رابطه شونه. دیدی چجوری اسماعیلی حالشو گرفت؟ دیدی چجوری سرش داد زد؟ فکر نکنم با هم بمونن. مثل اینکه جدی جدی میخواد بهمون گیر بده. انگار واقعا باید همه قوانین رو رعایت کنیم. راستی جدی میگی؟ همه دارن نگاهمون میکنن، آبرومون جلو همه میره. یارا من خیلی جدیم، باید این توفتو هرچه سریعتر پاک کنی از اینجا. زشته برو واستی، چرا با من این کارو میکنی؟ پایه منم که روش توف کردی و باید پاک کنی. اصلا میدونی چیه؟ جلوی کل مدرسه منو کوچیک کردی. دیگه همه چی بینمون تمومه. میدونی چیه اسماعیلی؟ من فکر میکردم تو آدم خوبی هستی و منو دوست داری، ولی تو منو جلوی همه شرمنده کردی. از دست عصبانیم. دیانا دیدی؟ منو کوچیک کرد. مجبورم که توفمو پاک کنم. منو چی میگی؟ اسماعیلی جلوی همه خجالت زدم کرد. جلوی همه مدرسه سرم داد زد. باورم نمیشه. دیانا به نظر من دیگه همه چی تمومه. من خیلی خجالت کشیدم. میدونی چیه؟ اصلا ما دیگه حتی نگاهشون هم نمی کنیم. بذار به رفتار زشتشون پی ببرن. موافقم. بریم. آرتی مگه من به جای تو بودم میرفتم با یانا قرار میذاشتم. واسه هم مهم نیست دیگه، اون با هم به هم زد. خیلی خب به حرفام گوش بدین نفله ها. ما امروز در حال انجام وظیفه ایم، هیچ استثنایی هم در کار نیست. از امروز باید توی مدرسه ساکت باشین و منظم باشین، حرفی هم نباشین. کیفم شد؟ میدونی چیه اسماعیلی، من به خاطر دیانا همیشه بهت سخت میگیرم، ولی شانس آوردی امروز مبصر. خیلی خب بابا فهمیدم، حالا میتونیم بریم سر کلاس. خب دیگه بس، سریع در برید سر کلاساتون هری. باشه. چرا اینجا وایسادیم؟ با شما هم بودیم ها. بیا بریم آرتی، من عدم حسابش میرسم. هی برو ماست، نظم رو برقرار کردیم ها. آها فقط یکم دوست دخترامون ناراحت شدن. چی؟ ناراحت شدن؟ اونا نباید توف میکردن دست و پای کسی دیگه. ولی اسماعیلی ما زیاده روی کردیم، باید ازشون معذرت خواهی کنیم. برو واسه من معذرت خواهی نمی کنم ازشون. ببین اینجوری دیانا برمیگرده با دیما. بعدم نمیگی ها. آره بیا بریم ازشون معذرت خواهی کنیم. بریم پسر. باهاشون بودیم، خیلی دوستشون داشتیم. چرا آخه؟ دیانا بکنم اونا اصلا عاشق ما نبودن. نمیدونم، اگه عاشقمون بودن سرمون داد نمیزدن. آره مجبورم نمیکردن زمین رو پاک کنم و منم اون آدم سو در بیارم. اسماعیلی بریم اونجا، بهشون بی احترامی کردیم. و خب که چی، معذرت خواهی میکنیم دیگه. نه اسماعیلی، من فکر نمی کنم ببخشنمون. چرا میبخشن؟ آه راستش من امروز واسه دیانا یه هدیه آماده کردم. اسماعیلی چه جور هدیه ای؟ اینها، کلی پول دادم برای یه لوی ویتون. بلافاصله که اینو ببینه حتما فراموش میکنه همه چیو. البته که میبخشه، ولی یانا منو نمیبخشه چون لوی ویتون نداره. نگران نباش، تو بگو سفارش دادی و فردا میرسه دیگه. اون وقت فردا از کجا بیارم؟ خب تا فردا یادش میره دیوونه. اوکی ببینیم چی میشه. بزن بری. حالا من باید چیکار کنم؟ برگردم با دیما؟ منم نمیخوام، کلی با بسکتبالیستا بهمون خوش میگذشت. خوش میگذشت. اوه چقدر ناراحتین. دستمال نمیخوای؟ نه خیرم، کی گفته ما داریم گریه میکنیم؟ ما فقط خاک رفته تو چشممون. خب آشتی، دوستی، آدامز، قرار رفتن. نه خیر. خب حالا خیلی هم غوره نگیرین، ما مبصر بودیم، باید نظم رو برقرار میکردیم. با چسبوندن آدامز به دیوار رو توف کردن رو زمین کار درستی نیست دختر رو. دیگه با شما حرف نمیزنیم، شما حق نداشتیم با من اونجوری برخورد کنید. آره ما فقط میخواستیم نشون بدیم که خیلی خفنیم و هر کاری میتونیم بکنیم، ولی شما برامون خب حالا آشتی کنیم یا نه؟ بهش فکر میکنیم. دیان آخه به چی فکر بکنی؟ بیا راستی یه هدیه برات خریدم. اینها. چی؟ هدیه واسه من؟ لوی ویتون؟ تو بسام هدیه گرفتی بعد من اینجا نشستم دارم گریه میکنم؟ معلومه که میبخشمت. برو واسی، پس هدیه من کو؟ واسه من گوشه هدی؟ نه یا نه، من برات سفارش دادم، میرم فردا از پست میارمش. برو واسی، تو خیلی مهربون و دست و دلبازی، همیشه میدونستم که خیلی دوستم داری. بچه ها لایک و سابسکرایب، یادتون نره. سنگولم، 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 سنگولم